دعاهای کفری الله یاری. بینندگان گرامی، دعا کردن و طلب کمک نمودن در دعا نوعی عبادت است، چنان که الله متعال می فرماید: و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم، بیشک آنان که از عبادت من سرکشی می کنند به زودی خار و سرفکنده وارد دوزخ خواهند شد. کلینی در الکافی جلد 2 صفحه 641، کتاب دعا و حر آملی در وسایل شیعه جلد 7 صفحه 22، شماره روایت 8599 از امام باقر رحمه الله روایت می کنند که در تفسیر این آیه فرمودند که مراد از عبادتی در این آیه دعا هست، بلکه دعا از افضلترین و بهترین عبادات است، چنان که در وسایل شیعه جلد 7 صفحه 22 و بحار الانوار جلد 90 صفحه 300 روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. پس از آنجا که عبادت مخصوص الله متعال است، لازم است تا انسان مسلمان در دعای خیش فقط و فقط از ذات احد ولا شریک الهی درخواست کند. الله متعال می فرماید: و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. و چون بندگانم از تو درباره من بپرسند، بدانند که من نزدیکم و درخواست دعا کننده را بدانگاه که مرا می خواند اجابت می کنم، پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. اما می بینیم که آخوندهای رافضی برخلاف نصوص صریح قرآن کریم، دعایشان متوجه غیر الله متعال است و از آنها کمک و مدد طلب می کنند. به این کلیپ توجه نمایید. یا کاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. مشاهده نمودید که این آخوند از عباس ابن علی برادر امام حسین رضی الله عنهم میخواهد که سختی ها و گرفتاری های او را برطرف سازد، در حالی که الله متعال میفرماید: و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. و هیچ کس گمراه تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به فریاد می‌خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی گویند و آنان از دعا و درخواست ایشان بی خبرند. و هنگامی که مردم برانگیخته می شوند، دشمن ایشان خواهند بود و منکر عبادت اینها خواهند گشت.
پروردگارا قلب مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام را از ما راضی بفرما. پروردگارا عزیزانی که از دنیا رفته اند، از محبین حضرت ولی عصر علیه السلام منتظرینش، دیگر اونها را یواش یواش به دنیا بیار پروردگارا، که بیایند و انشاءالله مقدمات زور فراهم بشه انشاءالله عزیز. این آخوند رافضی در قسمت اول دعای خود الله جل جلاله را وسیله‌ای برای رسیدن به رضایت امام زمان خیالی قرار می دهد، در حالی که این عده همیشه مدعی هستند که ما به ائمه متوسل می شویم تا به رضایت الله متعال برسیم. لذا ما اینجا در این فراز از دعا عرض می کنیم در درگاه خدا که خدایا اون اولیاء خاص خودت رو، اونها رو وسیله و ذریعه به سوی خودت و به سوی بهشت خودت قرار دادی، و این روشی است که ما در توسلاتمون بهمون تعلیم شده که در محضر ائمه عرض میکنیم، مخصوصا در محضر آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض می‌داریم یا وصی الحسن و یا خلف الحجه، و از اون آقا رو در درگاه خدا وسیله قرار میدیم با این جملات که یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، و صدا میزنیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیك الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیك الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیك الحسین علیه السلام. پروردگارا عزیزانی که از دنیا رفته اند، از محبین حضرت ولی عصر علیه السلام منتظرینش، دیگر اونها را یواش یواش به دنیا بیار پروردگارا، که بیایند و انشاءالله مقدمات زور فراهم بشه انشاءالله عزیز. و در قسمت دوم دعای خیش عقیده رجعت را بیان می کند که در تضاد صریح و واضح با آیات قرآن کریم است، چنان که الله متعال می فرماید أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. آیا نیندیشیده اند که پیش از آنان چه بسیار نسلها نابود کرده ایم که آنان به سویشان باز نمی گردند؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. الله جانها را هنگام مرگشان می گیرد و نیز جانی را که نمرده به هنگام خواب آن قبض می کند، آنگاه جانی را که به مرگش حکم کرده نگه می‌دارد.